هنری ساویس تقدیم می کند. سه قطره خون، اثر صادق هدایت، با خوانش لیدا رحیمزاده، تدوین سیاوش علی پرست. روز بود که اتاقم را جدا کردند. آیا همانطوری که ناظم وعده داد من حالا به کلی معالجه شدم و هفته دیگر آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بودم؟ یک سال است. در تمام این مدت هرچه التماس می کردم، کاغذ و قلم می‌خواستم به من نمی‌دادند. همیشه پیش خودم گمان می‌کردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به دستم بیفتد چقدر چیزها که خواهم نوشت. ولی دیروز بدون اینکه خواسته باشم کاغذ و قلم را برایم آوردند، چیزی که آنقدر آرزو می‌کردم، چیزی که آنقدر انتظارش را داشتم. اما چه فایده؟ از دیروز تا حالا هرچه فکر میکنم چیزی ندارم که بنویسم. مثل این است که کسی دست من را میگیرد یا بازویم بیحس میشود. حالا که دقت میکنم ما بین خطهای درهم و برهمی که روی کاغذ کشیدم، تنها چیزی که خوانده می شود این است. آسمان لاجوردی، باغچه سبز و گلهای روی تپه باز شده. نسیم آرامی بوی گلها را تا اینجا می آورد. ولی چه فایده؟ من دیگر از چیزی نمی توانم کیف بکنم. همه اینها برای شاعرها و بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه می مانند خوب است. یک سال است که اینجا هستم. شبها تا صبح از صدای گربه بیدارم. این ناله های ترسناک، این حنجره خراشیده که جانم را به لب رسانیده. صبح هم هنوز چشممان باز نشده که انژکسیون بیکردار. چه روزهای دراز و ساعت‌های ترسناکی که اینجا گذرانیدم. با پیراهن و شلوار زرد روزهای تابستان در زیر زمین دور هم جمع می‌شویم و در زمستان کنار باغچه جلوی آفتاب می‌نشینیم. یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می‌کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست. من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم. ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد. هنوز یک ساعت دیگر مانده تا شاممان را بخوریم. از همان خوراک های چاپی، آش ماست، شیر برنج، کلو، نان و پنیر، آن هم به قدر دخور و نمیر. حسن همه ی آرزویش این است یک دیگه اشکنه را با 4 تا نان سنگک بخورد. وقت مرخصی او که برسد عوض کاغذ و قلم باید برایش دیگه اشکنه بیاورد. او هم یکی از آدم های خوشبخت اینجاست. با اون قد کوتاه، خنده احمقانه، گردن کلوفت، سر تاس و دست های کمخته بسته برای ناوکشی آفریده شده.
همه ذرات تنش گواهی میدهند و آن نگاه احمقانه او هم جار میزند که برای نابکشی آفریده شده. اگر محمد علی آنجا سر نهار و شام نمی‌ایستاد، حسن همه ما را به خدا رسانیده بود. ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیاست، چون اینجا را هرچه می‌خواهند بگویند، ولی یک دنیای دیگر است، ورای دنیای مردمان معمولی. یک دکتر داریم که قدرتی خدا چیزی سرش نمی شود. من اگر به جای او بودم یک شب توی شام همه زهر می ریختم می دادم بخورد. آن وقت صبح توی باغ می ایستادم، دستم را به کمرم می زدم، مرده ها را که می بردن تماشا می کردم. اول که مرا اینجا آوردن همین وسواس را داشتم که مبادا به من زهر بخورانند. دست به شام و نهار نمی زدم تا اینکه محمد علی از آن می چشید آن وقت می خوردم. شبها هراسان از خواب می پریدم به خیالم که آمدن مرا بکشند. همه اینها چقدر دور و محو شده. همیشه همان آدم ها، همان خوراک ها، همان اتاق آبی که تا کمرکش آن کبود است. دو ماه پیش بود یک دیوانه را در آن زندان پایین حیات انداخته بودند. با تیله شکسته شکم خودش را پاره کرد، روده هایش را بیرون کشیده بود و با آنها بازی می کرد. می گفتند او قصاب بوده، به شکم پاره کردن عادت داشته. اما یکی دیگر که با ناخون چشم خودش را ترکانیده بود، دستهایش را از پشت بسته بودند. فریاد می کشید و خون به چشمش خوش شده بود. من می دانم همه اینها زیر سر ناظم است. مردمان اینجا همه همینطور نیستند. خیلی از آنها اگر معالجه بشوند و مرخص بشوند، بدبخت خواهند شد. مثلا این زهرا سلطان که در زنانه است، دو سه بار میخواست بگریزد، او را گرفتند. پیر زن است اما صورتش را گچ دیوار میمالد و گل شمدانی هم سرخابش است. خودش را دختر 14 ساله میداند. اگر معالجه بشود و در آینه نگاه بکند سکته خواهد کرد. بدتر از همه تقی خودمان است که میخواست دنیا را زیر و رو بکند و با آن که عقیدهش این است که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصلاح دنیا هرچه زن است باید کشت، عاشق همین سهرا سلطان شده بود. همه اینها زیر سر ناظم خودمان است. او دست تمام دیوانه ها را از پشت بسته، همیشه با آن دماغ بزرگ و چشم های کوچک به شکل وافوری ها ته باغ زیر درخت کاج قدم می زند. گاهی خم می شود، پایین درخت را نگاه می کند. هر که او را ببیند می گوید چه آدم بی آزار بیچاره ای که گیر یک دست دیوانه افتاده. اما من او را می شناسم. من می دانم آنجا زیر درخت 3 قطره خون روی زمین چکیده. یک قفس جلوی پنجره اش آویزان است. قفس خالی است، چون گربه قناری اش را گرفت. ولی او قفس را گذاشته تا گربه ها به هوای قفس بیایند و آنها را بکشد. دیروز بود دنبال یک گربه گل باقالی کرد. همین که ایوان از درخت کاج جلوی پنجره اش بالا رفت، به قراول دم در گفت حیوان را با تیر بزنند. این 3 قطره خون مال گربه است، ولی از خودش که بپرسند میگوید مال مرغ حق است. از همه اینها غریبتر رفیق و همسایه هم عباس است. 2 هفته نیست که او را آوردند. با من خیلی گرم گرفته. خودش را پیغمبر و شاعر میداند.
میگوید که هر کاری به خصوص پیغمبری بسته به بخت و طالع است. هر کسی پیشانیش بلند باشد، اگر چیزی هم بارش نباشد کارش میگیرد، و اگر علامه در باشد و پیشانی نداشته باشد به روز او میافتد. عباس خودش را تارزن ماهر هم میداند. روی یک تخت سیم کشیده و به خیال خودش تار درست کرده و یک شعر هم گفته که روزی 8 بار برایم میخواند. گویا برای همین شعر او را به اینجا آوردند. شعر یا تصنیف غریبی گفته: دریغا که بار دگر شام شد، سراپای گیتی سیاه فام شد، همه خلق را گاه آرام شد، مگر من که رنج و غمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج، به جز مرگ نبود غمم را علاج. ولیکن در آن گوشه در پای کاج، چکیده است بر خاک 3 قطره خون. دیروز بود در باغ قدم می زدم، عباس همین شعر را می خواند. یک زن و یک مرد و یک دختر جوان به دیدن او آمدند. تا حالا 5 مرتبه است که می آیند. من آنها را دیده بودم و می شناختم. دختر جوان یک دسته گل آورده بود. آن دختر به من می خندید. پیدا بود که مرا دوست دارد. اصلا به هوای من آمده بود. صورت آبل روی عباس که قشنگ نیست. اما آن زن که با دکتر حرف می زد، من دیدم عباس دختر جوان را کنار کشید و ماچ کرد. تا کنون نه کسی به دیدن من آمده و نه برایم گل آوردند. 1 سال است. آخرین بار سیاوش بود که به دیدنم آمد. سیاوش بهترین رفیق من. ما با هم همسایه بودیم. هر روز با هم به دارالفنون می رفتیم و با هم برمی گشتیم و درس های من را با هم مذاکره می کردیم. در موقع تفریح من به سیاوش تار مشق می دادم. رخساره دختر عموی سیاوش هم که نامزد من بود اغلب در مجلس ما می آمد. سیاوش خیال داشت خواهر رخساره را بگیرد. اتفاقا 1 ماه پیش از عهد کنانش زد و سیاوش ناخوش شد. من 2-3 بار به احوال پرسیش رفتم، ولی گفتند که حکیم قدغن کرده که با او حرف بزنم. هرچه اصرار کردم همین جواب را دادند. من هم پاپی نشدم. خوب یادم است نزدیک امتحان بود. یک روز غروب که به خانه برگشتم، کتابهایم را با چند تا جزوه مدرسه روی میز ریختم. همین که آمدم لباسم را عوض بکنم، صدای خالی شدن تیر آمد. صدای آن به قدر نزدیک بود که مرا متوحش کرد. چون خانه ما پشت خندق بود و شنیده بودم که در نزدیکی ما دزد زده است. چشرو را از توی کشوی میز برداشتم و آمدم در حیاط. گوش به زنگ ایستادم. بعد از پلکان روی بام رفتم، ولی چیزی به نظرم نرسید. وقتی که برمیگشتم از آن بالا در خانه سیاوش نگاه کردم. دیدم سیاوش با پیراهن و زیر شلواری میان حیاط ایستاده. من با تعجب گفتم: سیاوش، تو هستی؟ او مرا شناخت و گفت:
بیا تو، کسی خانه ما نیست. صدای تیر را شنیدی؟ انگشت به لبش گذاشت و با سرش اشاره کرد که بیا، و من با شتاب پایین رفتم و در خانهشان را زدم. خودش آمد در را روی من باز کرد. همینطور که سرش پایین بود و به زمین خیره نگاه میکرد پرسید: تو چرا به دیدن من نیامدی؟ من دو سه بار به احوال پرسید آمدم، ولی گفتند که دکتر اجازه نمیدهد. گمان میکنند که من ناخوشم، ولی اشتباه میکنند. دوباره پرسیدم: این صدای تیر را شنیدی؟ بدون اینکه جواب بدهد دست من رو گرفت و برد پای درخت کاج و چیزی را نشان داد. من از نزدیک نگاه کردم. سه چکه خون تازه روی زمین چکیده بود. بعد من را برد اتاق خودش. همه درها را بست. روی صندلی نشستم. چراغ را روشن کرد و آمد روی صندلی مقابل من کنار میز نشست. اتاق او ساده، آبی رنگ و کمرکش دیوار کبود بود. کنار اتاق یک تار گذاشته بود. چند جلد کتاب و جزوه مدرسه هم روی میز ریخته بود. بعد سیاوش دست کرد از کشوی میز یک ششلوش درآورد. به من نشان داد. از آن ششلوش‌های قدیمی دست صدفی بود. آن را در جیب شلوارش گذاشت. من یک گربه ماده داشتم. اسمش نازی بود. شاید آن را دیده بودی. از این گربه‌های معمولی گلباغالی بود. با دو تا چشم درشت مثل چشم‌های سرمه کشیده. روی پشتش نقش و نگارهای مرتب بود. مثل اینکه روی کاغذ آب خشک‌کن فولادی جوهر ریخته باشند و بعد آن را از میان تا کرده باشند. روزها که از مدرسه برمیگشتم نازی جلو می‌دوید، میو میو میکرد، خودش را به من میمالید. وقتی که مینشستم از سر و کولم بالا میرفت، فوزهش را به صورتم میزد، با زبان زبرش پیشانیم را میلیسید و اصرار داشت که او را ببوسم. گویا گربه ماده مکارتر و مهربانتر و حساستر از گربه نر است. نازی از من گذشته با آشپز میانش از همه بهتر بود، چون خوراک ها از پیش او در می آمد. ولی از گیس سفید خانه که کیا بیا بود و نماز می خواند و از موی گربه پرهیز می کرد دوری می جست. لابد نازی پیش خودش خیال می کرد که آدم ها زرنگ تر از گربه ها هستند و همه خوراکی‌های خوشمزه و جاهای گرم‌نرم را برای خودشان احتکار کردند و گربه‌ها باید آنقدر چاپلوسی بکنند و تملق بگویند تا بتوانند با آنها شرکت بکنند. تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار می‌شد و به جوش می‌آمد که سر خروس خون‌آلودی به چنگش می‌افتاد و او را به یک جانور درنده تبدیل می کرد. چشمهای او درشت‌تر می شد و برق می زد. چنگالهایش از توی غلاف در می آمد و هر کس را که به او نزدیک می شد با خورخورهای طولانی تهدید می کرد. بعد مثل چیزی که خودش را فریب بدهد بازی در می آورد. چون با همه قوه تصور خودش کله خروس را جانور زنده گمان می کرد. دست زیر آن می زد، براق می شد، خودش را پنهان می کرد، در کمین می نشست، دعا
دوباره حمله می کرد و تمام زبردستی و چالاکی نژاد خودش را با جست و خیز و جنگ و گریزهای پی در پی آشکار می نمود. بعد از آن که از نمایش خسته می شد، کله خونالود را با اشتهای هرچه تمام تر می خورد و تا چند دقیقه بعد دنبال باقی آن می گشت. تا یکی دو ساعت تمدن مصنوعی خود را فراموش می کرد. نه نزدیک کسی می آمد، نه ناز می کرد و نه تملق می گفت. در همان حالی که نازی اظهار دوستی می کرد، وحشی و تودار و اسرار زندگی خودش را فاش نمی کرد. خانه را مال خودش می دانست و اگر گربه غریبه گزارش به آنجا می افتاد، به خصوص اگر ماده بود، مدت‌ها صدای فیف، تغییر و ناله‌های دنبال‌دار شنیده می‌شد. صدایی که نازی برای خبر کردن نهار می‌داد با صدای موقع لوس شدنش فرق داشت. نعره‌ای که از گرسنگی می‌کشید و فریادهایی که در کشمکش‌ها می‌زد و مرنومونوی که موقع مستیش را می انداخت، همه با هم توفیر داشت و آهنگ آنها تغییر می کرد. اولی فریاد جگرخراش، دومی فریاد از روی بغض و کینه، سومی یک ناله دردناک بود که از روی احتیاج طبیعت می کشید به سوی جفت خودش برود. ولی نگاه های نازی از همه چیز پرمعنی تر بود و گاهی احساسات آدمی را نشان می داد، به طوری که انسان بی اختیار از خودش می پرسید در پس این کله پشمالود، پشت این چشم های سبز مرموز، چه فکرهای و چه احساساتی موج میزند. پارسال بهار بود که آن پیش آمده هولناک رخ داد. میدانید در این موسم همه جانوران مست میشوند و به تک و دو میافتند. مثل این است که باد بهاری یک شور دیوانگی در همه جنبندگان میدهد. نازی ما هم برای اولین بار شور عشق به کله زد و با لرزه‌ای که همه تن او را به تکان می‌انداخت، ناله‌های غم‌انگیز می‌کشید. گربه‌های نر ناله‌هایش را شنیدند و از اطراف او را استقبال کردند. پس از جنگ‌ها و کشمکش‌ها، نازی یکی از آنها را که از همه پرزورتر و صدایش رساتر بود به همسری خودش انتخاب کرد. در عشق ورزی جانوران بوی مخصوص آنها خیلی اهمیت دارد. برای همین است که گربه های لوس خانگی و پاکیزه در نزد ماده خودشان جلوه ای ندارد. برعکس، گربه های روی تیغه دیوارها، گربه های دزد لاغر ولگرد و گرسنه که پوست آنها بوی اصلی نژادشان را می دهد، طرف توجه ماده خودشان هستند. روزها و به خصوص تمام شب را نازی و جفتش عشق خودشان را به آواز بلند می خواندند. نرم و نازک نازی کش و واکش می آمد، در صورتی که تن دیگری مانند کمان خمیده می شد و ناله های شادی می کردند، تا سفیده صبح این کار مداومت داشت. آن وقت نازی با موهای ژولیده، خسته و کوفته اما خوشبخت وارد اتاق می شد. شبها
از دست عشقبازی نازی خوابم نمی برد. آخرش از جا در رفتم. یک روز جلوی همین پنجره کار می کردم. عاشق و معشوق را دیدم که در باغچه می خرامیدند. من هم با همین شش رول که دیدی در سه قدمی نشان رفتم. شش رول خالی شد و گلوله به جفت نازی گرفت. گویا کمرش شکست. یک جست بلند برداشت و بدون اینکه صدا بدهد یا ناله بکشد از دالان گریخت و جلوی چینه دیوار باغ افتاد و مرد. تمام خط سیر او لکه‌های خون چکیده بود. نازی مدتی دنبال او گشت تا رد پایش را پیدا کرد. خونش را بویده و باز سر کشته او رفت. دو شب و دو روز پای مرده او کشیک داد. گاهی با دستش او را لمس می کرد. مثل این که به او می گفت بیدار شو، اول بهار است. چرا هنگام عشق بازی خوابیدی؟ چرا تکان نمیخوری؟ پاشو، پاشو. چون نازی مردن سرش نمیشد و نمیدانست که عاشقش مرده است. فردای آن روز نازی با نعش جفتش گم شد. هر جا را گشتم از هر کس سراغ او را گرفتم بیهوده بود. آیا نازی از من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا پی عشقبازی خودش رفت؟ پس مرده آن دیگری چه شد؟ یک شب صدای مونو مونو همان گربه نر را شنیدم. تا صبح ونگ زد. شب بعد هم به همچنین، ولی صبح صدایش می برید. شب سوم باز ششلور را برداشتم و سر هوایی به همین درخت کاج جلوی پنجره هم خالی کردم. چون برق چشمهایش در تاریکی پیدا بود، ناله طویلی کشید و صدایش برید. صبح پایین درخت سه قطره خون چکیده بود. از آن شب تا حالا هر شب می آید و با همان صدا ناله می کشد. آنهای دیگر خوابشان سنگین است، نمی شنوند. هرچه با آنها می گویم به من می خندند، ولی من می دانم، مطمئنم که این صدای همان گربه است که کشتم. آن شب تا کنون خواب به چشمم نیامده. هر جا می روم، هر اتاقی می خوابم، تمام شب این گربه بی انصاف با حنجره ترسناکش ناله می کشد و جفت خودش را صدا می زند. امروز که خانه خلوت بود آمدم همان جایی که گربه هر شب می نشیند و فریاد می زند نشانه رفتم. چون از برق چشمهایش در تاریکی می دانستم که جا می نشینم. تیر که خالی شد صدای ناله گربه را شنیدم و سه قطره خون از آن بالا چکید. تو که به چشم خودت دیدی، تو که شاهد من هستی. در این وقت در اتاق باز شد. رخساره و مادرش وارد شدند. رخساره یک دسته گل در دست داشت. من بلند شدم، سلام کردم، ولی سیاوش با لبخند گفت البته آقای میرزا احمد خان را شما بهتر از من می شناسید. لازم به معرفی نیست. ایشان شهادت می دهند که سه قطره خون را با چشم خودشان در پای درخت کاج دیدند.
من دیدم، ولی سیاوش جلو آمد، قه قه خندید، دست کرد از جیبم ششلول مرا در آورد، روی میز گذاشت و گفت: میدانید میرزا احمد خان نه فقط خوب تار میزند و خوب شعر میگوید، بلکه شکارچی قابلی هم هست، خیلی خوب نشان میزند. بعد به من اشاره کرد، من هم بلند شدم و گفتم: بله، امروز از آمدم که جزوه مدرسه از سیاوش بگیرم. برای تفریح مدتی به درخت کاج نشانه زدیم، ولی اون سه قطره خون مال گربه نیست، مال مرغ حق است. میدانید که مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر شب اونقدر ناله میکشد تا سه قطره خون از گلویش بچکد. و یا اینکه گربه‌ای قناری همسایه را گرفته بوده و او را با تیر زدند و از اینجا گذشته است. حالا صبر کنید، تصنیف تازه‌ای که درآوردم بخوانم. تار را برداشتم و آواز را با ساز جور کرده این اشعار را خواندم: دریغا که بار دگر شام شد، سراپای گیتی سیه فام شد، همه خر را گاه آرام شد، مگر من که رنج و غمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج، به جز مرگ نبود غمم را علاج، ولیکن در آن کوشه در پای کاج، چکیده است بر خاک سه قطره خون. به اینجا که رسید، مادر رخساره با تغییر از اتاق بیرون رفت. رخساره ابروهایش را بالا کشید و گفت: این دیوانه است. بعد دست سیاوش را گرفت و هر دو قه قه خندیدند و از در بیرون رفتند و در را به رویم بستند. در حیاط که رسیدند، زیر فانوس من از پشت شیشه پنجره آنها را دیدم که یک دیگر را در آغوش کشیدند و بوسیدند. Thank you.